متشکرم. و حالا کوبا. بسیار ممنونم آقای رئیس. کوبا تکرار میکنه مخالفت خودش رو با ماموریت‌های حقوق بشری یک جانبه که تحمیل میشن به کشور مورد هدف. این یک مثال روشن هست از رفتارهای تبعیض‌آمیز و استانداردهای دوگانه که از حقوق بشر به عنوان ابزاری برای مداخله و سلطه سیاسی استفاده میشه. در مورد جمهوری اسلامی ایران ما محکوب میکنیم تقویت تحریم های یک جانبه که بخش های استراتژیک خاص رو در اون کشور هدف گرفتند و ما تکرار میکنیم که افزایش تدابیر مجازاتگرانه علیه کشورهای خاص که به حاکمیت خودشون توجه میکنن غیر قابل پذیرشه و در واقع مخل اعتبار و تضعیف کننده اعتبار این شوراست. تنها از طریق همکاری سازنده و گفتگوی واقعی میتونیم که به ترویج حقوق بشر برای همه کمک کنیم. متشکرم. و حالا جمهوری دموکراتیک خلق کره شمالی. متشکرم آقای رئیس. هیئت جمهوری دموکراتیک خلق کره ابراز نگرانی میکنه از این رویکرد مغرضانه و تبعیض‌آمیز و یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران. گزارش پیش روی ما دور شده از اصول و قواعد کاری این شورا و اصول بی‌طرفی. در این گزارش ادعاهای غیر قابل راستی آزمایی و مغرضانه رو شاهد هستیم بر مبنای منابع بی‌اعتبار. به صورت خاص گزارشگر ویژه نادیده گرفتند تحریم های یک جانبه کشورهای غربی و همچنین حملات تروریستی علیه مردم ایران که مخل و مانع بهره‌مندی و برخورداری مردم ایران از حقوق سیاسی خودشون شدن و به این ترتیب از نظر ما این گزارش مغایر هست با اصول مندرج در منشور سازمان ملل. و حالا سوریه. متشکرم آقای رئیس. جمهوری عربی سوریه عمیقا واقف هست به تلاش‌ها و ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای حمایت و تقویت حقوق بشری و حقوق سیاسی مردم این کشورش و همچنین واقف هستیم به تعامل سازنده و پایدار جمهوری اسلامی با مکانیزم‌های حقوق بشری سازمان ملل. این گفتگوی پیش روی ما، این گفتگوی جاری تفاوتی با دیگر گفتگوها نباید داشته باشه و ما در مورد این ماموریت هم شاید بودیم که در سالهای اخیر گزارش‌های گزارشگر ویژه به صورت تدریجی دورتر و دورتر شدن از اصول کاری و قواعد کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل. به عنوان مثال این گزارش نادیده میگیره ادامه و تشدید تحریم‌های یک جانبه علیه مردم ایران رو. در واقع این تحریم‌ها وضع شدن از جانب همون کشورهایی که پشتیبان و حامی این گزارش و این ماموریت گزارشگر ویژه هستند. ما خواستار بی‌طرفی هستیم، خواستار برخورد غیرگزینشی هستیم در کار شورای حقوق بشر، خواستار مکانیزم‌های برای دیالوگ، گفتگو و تعامل سازنده هستیم برای حفاظت و ترویج حقوق بشر.